سلام به جلسه سوم دوره آموزش لینوکس خوش اومدید. توی جلسه اول با لینوکس و توضیح‌های لینوکس آشنا شدیم، اوبونتو رو انتخاب کردیم. تو جلسه دوم اوبونتو رو روی سیستم‌های مجازی ساز نصب کردیم و به عنوان جلسه مکمل جلسه دو میخوام توی جلسه سوم بهتون نحوه نصب لینوکس به صورت دوال بوت رو توضیح بدم. چطور در کنار ویندوز یا مکی که داریم میتونیم لینوکس رو روی سیستم خودمون نصب کنیم و یک سیستم عامل دوم یا شاید هم سیستم عامل اصلیمون رو اوبونتو قرار بدیم. اگر جلسات قبلی رو ندیدید پیشنهاد میکنم حتما از طریق دیسکریپشن همین ویدیو کلیک کنید روی لینک جلسه اول و جلسه دوم، حتما اون دوتا جلسه رو ببینید چون پیش نیاز این جلسه هستن. و توی جلسات بعدی هم میخوایم کار با لینوکس و ترمینال لینوکس رو با هم دیگه کار بکنیم که پیشنهاد میکنم حتما سابسکرایب کنید تا جلسات بعدی رو از دست ندید. میخوایم بریم به صورت دوال بوت لینوکس رو نصب کنیم. پس میریم سراغ سیستم. اول یک فلش بوتیبل از اوبونتوی که دانلود کردیم یا سنتوس یا فدورا یا هر توزیع لینوکسی که میخوایم و انتخابش کردیم رو میسازیم. بعد اون فلش رو کانکت میکنیم به سیستممون، میریم توی تنظیمات بوت و از طریق بوت نصب لینوکس رو با هم دیگه انجام میدیم. بریم که کارمون رو با هم دیگه شروع بکنیم. بسیار خب، اولین چیزی که نیاز داریم یه دونه فلش مموریه. فلش مموریتون باید حتما خالی باشه، اگر اطلاعاتی توشه حذف میشه چون میخوایم ازش یه دونه بوتیبل دیسک بسازیم. بعد از اینکه این فلش مموری رو کانکت کردیم به سیستم، کافیه وارد وبسایت در واقع اچر بشیم یا توی گوگل سرچ کنیم اچر. یک نرم افزاریه که برای حالا مک او اس میتونه فلش مموری ما رو تبدیل به یک بوتیبل دیسک بکنه. برای ویندوز هم همین نرم افزار رو داریم. من اینجا نسخه مک او اسش رو دانلود میکنم چون دارم با مک این کار رو انجام میدم و کافیه ذخیرش بکنم. بعد از اینکه دانلود شد اجراش بکنم نرم افزار رو. گفتم باید فلش مموریتمون خالی باشه. دلیل اینه که تمام اطلاعاتی که توی فلش مموری ما هستش حذف میشه و فلش مموری ما رو تبدیل میکنه به یه بوتیبل دیسک که بتونیم باهاش اوبونتو رو نصب و در نهایت اجرا بکنیم. خب بعد از اینکه نرم افزار اچر دانلود شد اجراش میکنم، چه روی ویندوز چه روی مک فرقی نمیکنه، محیطش دقیقاً یکیه، فقط نحوه نصبش خب طبیعتاً متفاوته دیگه. روی مک بعد درگش کنیم تو پوشه اپلیکیشنز. خب بعد از اینکه نرم افزار نصب شد اول میگه که یه فایلی رو خب طبیعتاً باید انتخاب بکنی. فایل اوبونتو رو من قبلا دانلود کردم، تو دسکتاپ دارم، انتخابش میکنه. میگه تارگت یا اون مقصد دیوایس، مقصدی که میخوای رو انتخاب بکن. اینجا از روی سایز میتونیم متوجه بشیم که داریم فلش مموری درست رو انتخاب میکنیم یا نه. میتونیم به جای فلش مموری از یه دونه اس دی کارت استفاده کنیم، میتونیم از یه هارد اکسترنال استفاده کنیم یا هر دستگاه دیگه که فکرشو بکنید. خب در نهایت روی فلش کلیک میکنیم، شروع میکنه فلش کردن مموریمون. پسورد سیستم رو میخواد روی مک و یه سری دسترسی ها میگیره ازمون در نهایت و شروع میکنه فلش کردن. مموری رو فلش میکنه، فایل ها رو کپی میکنه توی فلش و یه فلش بوتیبل برامون آماده میکنه که بتونیم باهاش اوبونتو رو اجرا بکنیم. اگر به جای اوبونتو شما از سنتوس میخواید استفاده کنید یا فدورا یا هر توزیع دیگه از لینوکس فرقی نمیکنه، فقط کافیه انتخابش دانلودش بکنید، اینجا انتخاب کنید و نصبش رو انجام بدیم. ولی چون داریم اینجا اوبونتو رو با هم دیگه نصب میکنیم و اوبونتو یکی از بهترین توزیع‌های لینوکس هستش، یکی از بهترین دیستریبیوشن ها هستش، پس بهتر شما با اوبونتو فعلا کار بکنید چون تو جلسات بعدی هم میخوایم کار با محیط اوبونتو رو یاد بگیریم. محیط به شدت جالب و زیبایی داره. تنها مشکلش همونطور که گفتم اینه که نرم افزارهای کمتری نسبت به ویندوز مخصوصا براش وجود داره. اگه بخوایم با مک مقایسش کنیم، تنها نرم افزارهایی که روی مک هست و روی لینوکس نداریم نرم افزارهای ادوبیه که البته اونم با یه سری نرم افزارهای شبیه ساز میتونیم نرم افزارهای ویندوزی رو روش اجرا بکنیم و احتمالش خیلی زیاده که ادوبی توی سالهای آینده بیاد نسخه‌ای برای اوبونتو و برای لینوکس ارائه کنه. احتمالش خیلی زیاده. پس
پیشنهاد میکنم اوبونتو رو فعلا نصب بکنید، محیط بسیار جالبی داره و بهترین توضیحی هستش که تازه کارهای لینوکس میتونن باهاش کار بکنن، حتی حرفه‌ای ها. خب تموم شد. طبیعیه که سیستممون دیگه بهمون اختار بده که این فلش دیسکی که شما زدین یا دیسکی که زدین به سیستمتون توسط این کامپیوتر دیگه قابل خوندن نیست، مخصوصا رو مک این خطا رو داریم. خب الان کاری که کافی انجام بدیم اینه که سیستممون رو ریستارت بکنیم. سیستم مجدد بوت میشه، میره تو مرحله انتخاب بوتیبل دیسک. توی سیستم‌های مختلف موقع بوت شدن ما میتونیم از کلیدهای مختلفی استفاده کنیم. بهتره یه سرچ تو گوگل بزنید. مثلا توی سیستم‌های آی مک و مک بوک ما با نگه داشتن کلید آپشن رو کیبوردمون یا همون آلت کیبورد میتونیم بوتیبل دیسکمون رو انتخاب بکنیم. توی لپتاپ‌های ویندوزی معمولا با F8, F9, F11 میتونیم بوتیبل دیسکمون رو انتخاب بکنیم. این دیگه بستگی داره به سیستم شما. باید توی گوگل سرچ کنید ببینید کلیدی که رو کیبوردتون موقع بالا اومدن سیستم باید بگیرید تا بوتیبل دیسکتون رو بتونید انتخاب بکنید چیه. خب من اینجا بوتیبل دیسک EFI بوت رو انتخاب میکنم، همون مموریه که من کانکت کردم به سیستم. خب طبیعیه که اوبونتو باید لود بشه و بریم سراغ نصب اوبونتو. خب ممکنه نیاز باشه اینجا یه 4-5 دقیقه بسته به سرعت سیستمتون منتظر بمونید تا این صفحه بیاد بالا. اینستال اوبونتو رو انتخاب میکنیم. از سمت چپ هم که خب طبیعتاً زبان انگلیسی رو باید انتخاب کنیم، فارسی رو نداره. کانتینیو اینجا میگه اگه میخوای به اینترنت وصل شی. فعلا نمیخوایم به اینترنت وصل شی، مشکلی نداره. کانتینیو رو میزنم. میگه نسبت به صورت مینیمال باشه یا نرمال. مینیمال خب طبیعتاً فقط یه دونه وب براوزر نصب میکنه و یه سری ابزارهای خیلی بیسیک. نرمال اگه باشه که خب آفیس و یه سری نرم افزار شبیه به آفیس برامون با یه سری مدیا پلیر رو اینا نصب میکنه. فعلا مینیمال رو انتخاب میکنیم چون میخوایم خیلی سریع تر بیاد بالا، ولی میتونیم نرمال هم انتخاب کنیم، تفاوتی نمیکنه. بذارید نرمال رو بزنیم، حالا اگر طول کشید ویدیومون رو کات میکنیم. خب کانتینیو. این تیک هم اگه میزدیم یه سری ابزارهای اضافی رو برامون نصب میکرد. حالا میگه کلن میخوای دیسکو ایریز کنی، پاکش کنی و اوبونتو رو نصب کنی یا چیز دیگه ای. میگیم خب طبیعتا یه چیز دیگه، نمیخوایم مکوسمون یا ویندوزمون حذف بشه. پس اینجا باید بیایم نو اینستالیشنمون رو انتخاب بکنیم، به چه شکلی میخوایم نصبمون انجام بشه. این خیلی مهمه، این قسمت اگه اشتباه انجام بشه اطلاعاتمون رو حذف میکنه. خب کاری که باید انجام بدیم اینه که دیوایسمون رو انتخاب بکنیم. NVMe الان دیوایسیه که من اینجا دارم، پارتیشن های مختلفش رو اینجا میبینم با سایز های مختلفی که داره و باید بتونم اینا رو از در واقع فری اسپیسش انتخاب بکنم و پارتیشن های دیگه ما حذف نکنم. این خیلی مهمه. حالا اینجا باید انتخاب بکنیم که میخوایم اوبونتو روی کدوم یکی از پارتیشن هامون نصب بشه. هارد دیسکی که من اینجا دارم تمام پارتیشن ها و تمام فضای 1 ترابایتیش استفاده شده برای مک او اس، پس فضای خالی ندارم. اینجا اگه انتخاب بکنیم SDA رو، خب میبینیم که فری اسپیسش کلن 3 کیلوبایته، پس هیچ فضای خالی ندارم. دو تا راهکار دارم، یعنی که برگردم تو مک او اس یا تو ویندوزم بیام دیوایسامو شرینک کنم یا حجمشون رو کمتر بکنم. این یه کاری که میشه انجام داد. کار دیگه که میشه انجام داد اینه چون من حجممو نیاز دارم و نمیخوام حجمم سوخت بشه به خاطر استفاده از اوبونتو، میام یه هارد دیسک اکسترنال یا یه دونه فلش مموری وصل میکنم به سیستم، جدا از اون فلش مموری که برای بوت کردن سیستم استفاده میشد، تا بتونه اوبونتو رو روی خودش نصب بکنه. یعنی انتخابش میکنم به عنوان فضایی که میخوام اوبونتو رو روش نصب بکنم. از این به بعد هر وقت بخوام اوبونتو رو اجرا بکنم کافیه این هارد دیسک یا این فلش مموری رو کانکت کنم به سیستم، بوتش کنم بیاد بالا. کار جالب تری که میشه انجام داد ولی من پیشنهادش نمیکنم
اینه که اصلا میتونیم این هارد دیسک رو همیشه همراهمون داشته باشیم، هر جا رفتیم یه کامپیوتری دیدیم با استفاده از اون کامپیوتر اوبونتومون رو بیاریم بالا و شروع کنیم ازش استفاده کنیم. ولی خب چون مباحث مربوط به درایورها و سخت افزارها و این چیزا میاد وسط، پیشنهاد میکنم تا حد امکان این کار رو انجام ندین. خب من هارد دیسک رو اینجا کانکت میکنم به سیستمم و امیدوارم که این هارد دیسک روش اطلاعاتی نباشه که حذف شه. فکر میکنم البته همیشه از اطلاعاتم بکاپ میگیرم، به خاطر این نگران این قضیه نیستم. خب میام اینجا ببینم توی لیست دیوایس هایی که دارم نمایش میده دیوایسمو یا نه. خب بک میزنم، ببینید داره دیسکا رو اسکن میکنه. دوباره something else رو میزنم، continue. احتمال زیاد این بار باید این دیسک رو آورده باشه. اگر نیاورده باشه دیسک رو، که خب آورده، اینجا میبینیمش، آره SDC شد اسمش. خب میگم رو SDC یک داریم و دو، روی SDC دو که حدود 120 گیگ حجمشه چنج میکنم، میگم که این پارتیشن رو میتونی انتخاب بکنی برای استفاده اوبونتو. خب پس اینجا انتخاب میکنم، میگم که خب میگم بیا اینو فرمت کن همون EXT4 Journaling File System باشه و ماونت پوینتش هم باشه مثلا همون پوشه اصلی. خب میگیم پارتیشن رو فرمت هم بکن و اوکی. اینو انتخاب کردیم به عنوان پارتیشنی که قرار روش نصبمون انجام بشه. حالا میگه بوتلودرت هم یه انتخاب بکن. خب بوتلودرمون رو میتونیم انتخاب بکنیم، مثلا SDC2 رو ما گذاشتیم برای نصب اوبونتو، SDC1 رو میذاریم برای بوتلودر. اینستال ناو رو که میزنیم شروع میکنه به نصب کردن اوبونتو روی این سیستم و بهمون اختار میده که این پارتیشن SDC تغییر کرده و SDC رو ما داریم فرمت میکنیم. مطمئنی؟ میگیم بله، ادامه بده. انتخاب کردیم دیگه، ما بقیه فرایند نصب دقیقا مثل همون نسخه قبلیه که روی سیستممون روی جلسه دو توی مجازی سازها داشتیم. خب فکر کنم کیبورد من قطع شد، بعد کیبوردم رو یه جوری کانکت کنم که مشکلی نباشه. خب اسمم رو انتخاب کردم، پسوردم وارد نمی کنم فعلا چیزی، البته فکر کنم باید وارد بشه. و اینکه پسورد میخوای برای لاگین کردن یا نه. کانتینیو دیگه شروع میکنه نصب کردن اوبونتو، دقیقاً همون کارهایی که توی جلسه دو انجام داد برای نصب اوبونتو روی سیستم مجازی رو اینجام داریم، هیچ تفاوتی نمیکنه. بعد از اینکه نصبمون تموم شد دیگه اوبونتو شروع میکنه اجرا شدن و میاد بالا و میتونیم ازش استفاده بکنیم. حتما سابسکرایب کنید، توی جلسه بعدی میخوایم با اوبونتو کار کنیم، با ترمینالش کار بکنیم. دقیقا مشخص نیست کی جلسه بعدی رو منتشر کنم، قرار شد هر زمان که تایم آزاد داشتم روزای تعطیل براتون این دورای رایگان رو ضبط بکنم، ولی حتما قول میدم که زمان زیادی طول نکشه جلسه بعدی رو هم در اختیارتون قرار بدم. تو جلسه بعدی مباحث مهمتری داریم، نصب اوبونتو رو میشد با یه سرچ تو گوگل پیدا کرد، ولی چیزای دیگه ای هستش که موقع کار با اوبونتو باید رعایت بکنیم، با ترمینالش چطور کار بکنیم و دستوراتش، که معمولا دیدم دوستان تو دوره‌های مختلف اینا رو آموزش میدن. البته بدم نیست که بابت آموزش دیدن پول بدیم، ولی بدم نیست یه سری از چیزا رو رایگان بتونیم توی یوتیوب و دوره‌های رایگان یاد بگیریم. شاد و پیروز باشید.